اردک پیر پرسید: آه تو فکر میکنی چی به سر این تخم اومده؟ من نمیتونم از روش بلند شم. حرف میزنم تخم بوغلمونه، چرا ولش نمیکنی از روش بلند نمیشی؟ این حرف من یادت باشه، تخم بوغلمونه. اردک مادر نتونست قبول کنه که اون تخمو به حال خودش ول کنه و با مهربونی روی این تخم نشست. بالاخره تخم شکست و آخرین بچه اردک بیرون اومد. خدای من، تو چرا زشتی؟ اصلا شبیه سایر بچه ها نیستی. بچه اردک خیلی ناراحت شد که مادرش از قیافه اون خوشش نیومده. اینقدر از برادر و خواهرش بزرگتر بود که اونا هم دوستش نداشتن. اردک مادر اونا رو برای شنا به استخر بود و بچه اردک زشت هم با سایر بچه ها شنا. ببین چقدر قشنگ شنا میکنه، حتما بچه خودمه. بچه اردک ها صدای توتوتشون بلند، همه شون خیلی خودم. از جلوی یک خانم اردک پیر که خیلی مغرورانه وسط حیات نشسته بود گذشت. خب بچه ها، حالا همه تون که از اون مردبانه به اون خانم پیر بکنی، اون زن بزرگ و مهمیه. اونا به بهترین نحو ممکن تعلیم کردن. اردک ها از اینکه این همه بچه اردک بهشون اضافه شده خیلی خوشحال نبودن. ما خودمون اینجا خیلی زیادی، دیگه به افراد تازه نیاز نداریم. تازه اون بچه اردک زشت رو ببین، چقدر بیریخته. یه دفعه یه اردک از توی اونا پرید و گردن بچه اردک زشت رو یه گاز گرفت. آه ببینم، باید با اون مهربون باشی، اون هنوز خیلی بچه هست. درسته، ولی آخه اون خیلی زشت و مسخره. اردک مادر براشون توضیح داد که اون بیشتر از سایر بچه ها توی پست بوده و این باعث شده که قیافش با اونای دیگه فرق داشته باشه. خودشم خیلی سعی کرد اما نتونست بچه اردک زشت رو به قدر بچه های دیگه دوست داشته باشه. همه دنبالش میکردن و دستش میدادن و همه دیگه میگفتن اون خیلی زشت و مسخره. حتی مادرش یه روز گفت که آه این کاش تو اینجا نبودی، اصلا به فامیل ما نمیخوایی. بچه ها این حرف اینقدر بچه اردک رو ناراحت کرد که تصمیم گرفت از خونه فرار کنه. این یه خورده راه میرفت و یه خورده پرواز میکرد تا از دیوار خونه گذشت. پرنده های کوچیکی که این طرف دیوار زندگی میکردن برای خودشون پرواز میکردن. بچه خاطر این که من خیلی زشتم. بچه اردک به راهش ادامه داد و داد تا رسید به یک باطلاق. اونجا شب رو استراحت کرد. آخه خیلی خسته تر از اونجا که بکنه یک قدم دیگه رابه. روز بعد دوتا اردک وحشی رو دید. اونا ازش پرسیدن تو دیگه کی هستی؟ بچه اردک زشت تعظیم مؤدبانه دوم کرد. واه واه واه، خدای این زشتی از من خودت هم میدونه. من خب در هر حال تا زمانی که نزدیک ما نگمدی میتونی اینجا بمونه. بچه بیچاره تنها چیزی که اون میخواست کمی غذا بود که بخوره و یه جایی که اون باطلاق که بخوابه. اون مدت اینجا موند تا اینکه دو تا قاز از اونجا گذشتن. سلام عزیزم، تو چرا اینجا تنهایی؟ با ما بیا، ما داریم میریم به جنوب. اوه چقدر شما لطف دارید. اما قاز پرواز کردن به آسمون. یه دفعه صدای شلیک دو تا تیر اومد و هر دو تا قاز رو افتادن پایین. تیر شکارچی اونا رو کشته بود. بعد سگ بزرگی اومد و قاضا رو برد.
اون یکی بچه اردک رو بو کشید، ولی باز به راهش ادامه داد. شکر خدا من انقدر زشت و بیریختم که حتی اونم منو نمیخواد. یه شب بود که صدای تیراندازی تمام شد. بچه اردک از وسط مزرعه گذشت تا رسید به یک خونه قدیمی دهاتی. یک مرتبه بادی شروع به وزیدن کرد و هوا یواش یواش سردتر و سردتر شد. بچه اردک یه جای گرمی پیدا کرد و تمام شب و اونجا خوابید. بعد زنی که تو این خونه با گربه و مرغش زندگی میکرد اونو بیدار کرد. این زن حیواناتش رو خیلی دوست داشت و اونا رو مثل بچه هاش نگهداری میکرد. خوب که من تو رو پیدا کردم. تو میتونی برای من تخم بذاری و این به استفاده منه. چشمای پیرزن خیلی خوب نمیدید، به این دلیل نتونست بفهمه که بچه اردک خیلی کوچیکه و تازه پسرم هست. خسته گذشت و این هنوز تخم اردکی از بچه اردک به دست نیاورده بود. بلاخره گرد و مرغ بهش گفتن تخ نمیداری نه؟ ببینم بگیم مثلا خب ببین بیادش بپرشم من تو دیگار من میتونم شنا کنم و زیر آب برم. اونا فکر کردن که این کار احمقانه ایه، آخه چی دلش میخواست که توی آب باشه؟ بهتره که من از اینجا برم، اونا هم منو نمیخواد. پاییز اومد و برگ‌ها رنگاشون زرد و خیلی قشنگ شد. هوا هم دیگه خیلی سرد شده بود. بچه اردک هیچ جایی برای رفتن نداشت. یه روز که کنار دریاچه نشسته بود دو تا پرنده قشنگ سفید رو دید که روی آب آهسته می رفتن. اون نمی دونست که اونا گو هستن. اونا اینقدر قشنگ و خوشگل بودن که بچه اردک خیلی خوششون بود. اونا از آب اومدن بیرون و با صدای زیادی به طرف آسمون پرواز کردن. بالا و بالا پرواز کردن. بچه کلش رو بالا گرفت و اونقدر اونا رو نگاه کرد تا اونا دور و دور شد. اون هیچ وقت نمیتونست اونا رو فراموش کنه. بعد از اینکه اونا رفتن بچه اردک تو زیرا بیرفت و مدت اونجا موند. وقتی که اومد بیرون حس کرد که اون پرنده ها رو خیلی دوست داره. نمیدونست اونا چی هم ولی خیلی دوستشون داشت. اونا منو دوست نداره، اونا خیلی دوست دارن. بچه اردک توی باطلاق یخزده گیر کرده. صبح یک کشاورز اونی در اون حال پیدا کرد. ای وای 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 وای
بچه بیچاره سر تا پات یخ بسته، الان میکشم به بیرون. کشو برزه یخ رو با سببش شکستی، بچه اردت رو برد کنش. بعد از اینکه مدتی کنار بخاری موند، بچه اردک دوباره جون گرفت. بچه های کشاورزه دوست داشتن باهاش بازی کنن، اما اون اینقدر میترسید که دور تا دور خونه فرار کرد. خوشبختانه در باز بود و میترسید. سلسل خیلی به هیچ وقت بودش و این طاقت بود. آفتاب قشنگ و گرمی بود و توی مزرعه از شکوفه پر شده بود، چون دوباره بهار اومده بود. پس اردک دوباره جون گرفت. این بالاشو باز کرد و احساس کرد که چقدر قوی‌تر شد. بعد این طرف و اون طرف رو نگاه کرد و راه یک باغ قشنگ رو در پیش گرفت. و نهر زیبایی هم اونجا بود که بچه اردک رفت به طرفش. توی نهر سه تا قوی خوشگل در حال شنا کردن بودن. بچه اردکی به یاد قوهایی افتاد که قبلا دیده بود و با خودش گفت: من پیش این پرنده های زیبا میدم، دارم اینا منو بکشن. من اونقدر زشتم که حتما اینا نمیخوان من کنارشون باشم. اما بهتر که به دست هم اینا پشته بشم تا اینجور زندگی رو ادامه بدم. بچه رو درک پری توی آب و به طرف رفتی آشنا کرد و گفت: ای یالا اگه میخوای منو بپشی. و اون وقت گردنش رو به طرف آب خم کرد. ولی اون چی که توی آب دید خیلی عجیب، چون بچه اردک یک گوی زیبای سفید شده. بچه که توی باغ مشغول قدم زدن بودن گفتن: گوهای دیگه هم وقتی که دیدم این اینقدر جوان و زیبا، بهش تعظیم میکردن و گفتن: متشکرم، من خوشحالم از این که با شما باشم. بچه اردک زشت که حالا دیگه بوی زیبایی شده بود خیلی خوشحال بود و اون با سایر قوها در نه سالها و سالها زندگی کرد.